خیلی باحال اینجوری زندگی ها نه؟ ببینید سلامت باشین. چقدر زندگیتون باحاله. ما نمیتونیم بیشتر از این بریم بالا؟ مگه از اون بر میرفتیم که اون برم چون نمیدونستیم از پایین از این بر اومدیم دیگه راه رد شدن نیست. آره تلس که هیچ جا حرفی ازش نیست و دنبال گنج باشن. منطقه میکنه یه دفعه حالت انفجاری این دره باز بشه. این برای همینه که اسم این غار فعلا غار تلس باقی مونده. این آبشار آسیاست، 800 متر ارتفاع آبشار که میگه پایین. بچه ها تو جاده داشتیم میمدیم یه ها از این سیاه چادره دیدیم که هم کندوی اصل دارن. با حال میخوام برم ازار ازشون فیلم بگیم. پس بیاید با هم دیگه بریم ببینیم چه خبره. بار دارم میذارن روی این علاقه عزیز. سلام آقا. خسته نباشید. خسته نباشید. خوب هستید؟ میبینید بچه ها کلی اینجوری چیز دارن. همینجا قشنگ لباس میشونن، ظرف میشونن. خیلی باحاله اینجوری زندگی ها نه؟ ببینید بچه ها همینجا لباس میشونن. سلام خانم کوچولو. سلام بده به دوستای من. سلام. بچه ها ببینید سیاه چادر زدن. بریم داخل سیاه چادرم بهتون. اینا سبزی خشکه. سبزی هم خشک کردن. سلام. سلام. خوبی شما مادر؟ سلامتی. سلامت بشی. سلامتی. چقدر زندگیتون باحاله. تازه. از کجا؟ از خوزستان تازه کوچ کردن اومدن. حسابی شبا سرد نمیشه اینجا؟ بفرما. مرسی. بعد یه سوال من بپرسم، چجوری این لوازم ها رو این ور اون ور میکنین؟ با ماشین؟ شما دوتا خیلی خوشگلین، تو چرا اینقدر اخم داری؟ این یکی میخنده و یکی اخم داره، چرا آخه؟ اون کندو هم که اونجاست، بذار ببینم معلوم میشه اگه زوم کنم. خب ببینید میگه این سیاه چادرا از چیه؟ موی بز. از موی بز. آب و بارون و برف و اینا ازش رد نمیشه. چقدر مهربونن. حالا من چون فاصله شون ازم زیاد بود و گفتم معذبشون نکنم، هی چون یه اون طرف اون آقای گفت خودمون نگی، ولی اینا باحال بودن. خیلی نزدیک، امیدوارم صدا خوب افتاده باشه. جان چه با شخصیت آب میخوره. رسیدیم آبشار شکان. مهدی قراره اینجا بمونه غذا درست کنه، ما هم بریم اون بالا. مهدی خدافظ. خدای بچه ها خیلی مسیر سختیه، خیلی اومدیم بالا، خیلی هم هنوز مونده، اما میارزه که من اینجای خوشگل رو به شما عشقا نشون بدم. لایک کن، کامنت بذار، بیا. ما تا اینجا مسیر رو اومدیم بالا. خب یه کوچولو دیگه مونده، ولی دیگه مسیری که ما بتونیم بریم و یعنی مسیر پیاده روی نداره دیگه، همش آبه و نمیتونیم بیشتر از این بریم بالا. مگه از اون بر میرفتیم که اون برم چون نمیدونستیم از پایین از این بر اومدیم دیگه راه رد شدن نیست.
سلام، حالتون چطوره؟ رسیدیم به روز دوم لرستان. ما توی 8 کیلومتری روستای شولابادیم. الان داریم میریم سمت غار تلس که هیچ جا حرفی ازش نیست، فقط بومی ها اینجا میدونن. میخواییم بریم ببینیم که اصلا چجوریه. با من همراه باشید با این ویو جذاب. خب همونطور که بهتون گفتم، ما الان توی 7 کیلومتری شولابادیم، روستای پیر امام. توی این روستا یه غاری وجود داره به اسم غار تلس که تو گوگل و اینا هم اگه سرچ بکنید اصلا چیزی راجبش پیدا نمی کنید. ما امروز کنار یکی از بومیای قدیمی این روستا هستیم که خیلی اطلاعات مفیدی راجع به اینجا به ما دادن و اصلا ایشون ما رو آوردن به اینجا. میخوایم ببینیم اصلا تاریخچه این غار چیه. خدمت آقای شیخی عزیز هستیم. سلام. سلام علیکم. خسن آقای شیخی، توضیح راجع به اینجا به ما میدید؟ عرض خدمت شما دوستان عزیز، این منطقه کلن از قدیم الایام یه منطقه تقریبا باستانیه، یعنی از قدمتش معلومه حدود 5000 سال پیش اینجا مسکونی بوده و عده زندگی میکردن، البته اونها غارنشین بودن. همونطور که شما در این تصویر میبینید، این غار تلس یعنی یه غاری که ناشناخته است برامون، نه برامون، برای کل مجموعه میرسانگی هم ناشناخته است. شما اینجا که نصاب کنید، همین نقطه که میبینید تو تصویر میبینید، این در واقع نگهبانی اینها بوده که عبور و مرورش رو کنترل کردن. بعد این غار که الان ما میبینیم، این در واقع محل ظاهرا جایی بوده که آب این ما بقیه غارها رو تامین میکرده. شما حساب کنید اینجا را تقریبا 30 سال پیش، بله، یه عده میان شبانه اینجا را میکنن به عنوان که دنبال گنج باشن. منتها میکنن یه دفعه حالت انفجاری این دره باز میشه. این دری که شما میبینید حالت انفجاری باز میشه. بعد الان که نگاه میکنید اینجا را شما نگاه کنید، این خب معلومه کار دست بود، اینجا مسئولی بود، اینجا را کندن به هر دلیلی، کندن که کتیبه کنن، مشخصات این غار رو بنویسن، این چاه آب بنویسن، ننوشتن. بعد این دره باز میشه، شما اصلا الان من سنگ میندازم تو این غار، دقیقاً 75 متر میره پایین، میخوره به یه اقیانوس آبی، به یه اقیانوس آبی، نه به یه آب کوچیکی. نگاه کن، پس معلومه این هم کار دست بوده، هم مسکونی بوده و چند غار دیگه هم اونور هست. تو چیزا باستانی میگن این غارا به هم وصل بوده، این در اونهاست. در واقع این هم نگهبانی بوده، هم جایی بوده که آب چربشون تامین می‌کرده. یه مسیر تقریباً طول 20 متر اینا به ارتفاع تقریباً 25 متر سنگینی کردن بدون هیچ مساله و ماسه و چیزی. این غاری که اونجا در نشون دادم، اینا 7 در داره، اون یه درشه. اینی که اینجا هست، اینا در دومیه که اینا همه به هم وصلن. یعنی اون غار اصلی هستی که هم ساختموناش هم مرز زندگی بوده، همین نقطه است که ظاهراً شد 1000 سال پیش مثلا میگن طبق سینه به سینه که با هی گفتن مردم، میگن تابستون یه بارندگی خیلی عجیب میدن اون ارتفاع برنجه، کوه برنجه، یه دفعه یه سیل عظیمی میاد، یه دفعه در اینه چپ میکنه. حالا هرچه توش بود و مردم بودن از دنیا از بین میرن، به هر حال دیگه حیات اینا به پایان میرسه. منتها حالا این میطلبه که میراث فرهنگی کسانی که تو این زمینه خبره هستن بیا برن داخل کاوش و ببین چه خبر. قطعا احتمالاً یه سرنخ‌هایی به دست میاد، هم از زندگی 50 سال پیش مردم زاکروس، هم از اون قضیه آبی که اونجا هست، چون اینا خیلی عمیقه، شاید صدها متر ارتفاع داره، چون سالیان سال این مردم برن سنگ می‌ریزن تو این، چوب می‌ریزن تو این، ولی هیچ اثری از اینا معلوم نیست. برای همینه که اسم این غار فعلا غار تلسم باقی مونده تا بالاخره یه روزی ببینیم مسئولین رسیدگی کنن و ببینیم بالاخره ماجرای اصلی این غار چیه. چیه؟ این رودخونه بهش میگن رودخونه زز. شما از اینجا که حرکت کنید، ما 30 کیلومتر بریم به سمت در آشولاباد، نقطه شروعش رو میبینیم، نقطه شروع رودخونه رو میتونیم به عینه ببینیم. و در فرهنگ محلی منطقه بختیاری، زز به معنای زلال، شفاف، چیزی که خیلی روان، زلال، شفافه. ببین میگن خودمش میگن زز.
نزدیک باشه که توریستایی که میان بتونن برن اون آبشار رو ببینن. کدوم آبشار است؟ ما نزدیکترین آبشار بهمون آبشار برنج است. این بلندترین آبشار آسیاست، 800 متر ارتفاع آبشاری که میپایین. بعد آبشار چکان داریم در فاصله 7 کیلومتری. سراب دستگرد داریم که خیلی یک جای دیدنیه. سراب پاشنه داریم که یه درختی داره منحصر به فرد تو همه ایران نیست، نایابه.